در سراسر جهان چه ادیان و مذاهبی وجود دارند کلا ادیان جهان رو تحت دو عنوان کلی ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی میشمارند و ما توی این ویدیو به هر کدوم از اونها همراه با مذاهبشون اشاره کوتاهی داریم اولی ادیان ابراهیمی ادیان ابراهیمی به ادیانی اطلاق میشه که بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام توسط پیامبران الهی برای بشر آورده شدن دین یهود یکی از ادیان ابراهیمیه بر اساس گفته های تورات تولد حضرت موسا در مصر به سال 1392 قبل از میلاد برمیگرده و رسالت اون در صحرای سینا در سال 1312 قبل از میلاد و مرگش هم بعد از 120 سالگی در نزدیکی مرزهای فلسطین اتفاق افتاده و کتاب آسمانیش هم توراته یهودیان با توجه به اینکه در دین حضرت موسی تحریف زیادی رو ایجاد کردند بر این باورند که شریعت یکیه و ابتدا و انتهاش با حضرت است. قبل از موسا شریعت و دینی نبوده و اونچه که بوده حدود عقلی و احکام مسلحتی بوده بعد از موسا هم شریعت و احکام دیگه نبوده و نخواهد بود زیرا نسخ احکام و دستور الهی هم جایز نیست یهود مدعیه که حضرت موسا گفته آین من هرگز منسوخ نمیشه بعد از وفات حضرت موسی علیه السلام چنانچه خود اون حضرت پیش میکرد قومش به تفرقه دچار شد که در اینجا به چند تا از فرقه هاش اشاره میکنیم اولی فرقه فریسیان به معنی جدا شوندگان بخش بزرگ این فرقه رو کائنان یهودی تشکیل میدادند دومی فرقه صدوقیان منصوب به یکی از روحانیون یهود به اسم صدوقه این فرقه منکر معاد و مخالف احکام و اصول و فروع عملی دین یهوده اونا فقط به حضرت موسی اعتقاد دارن و بقیه انبیاء الهی رو اصلا قبول ندارن سومی فرقه اسنیان این فرقه یهودی با گرایش عرفانی محصول دوران فقر و فلاکت و اسارت یهوده این فرقه علیه مالکیت خصوصی اقدام کرده و اندوختن زر و سیم رو حرام اعلام کرده. البته توی یهود فرقه های فرعی دیگه هم مثل هرودیان، زیلوت ها، انانینه و ایسویه هم وجود دارن یا کتاب های تفصیلی هم به اونها اشاره شده. دومین دین ابراهیمی دین مسیحیته در قرآن کریم داستان حضرت عیسی علیه السلام خیلی مفصل و روشن اومده. قرآن داستان خلقت حضرت عیسی رو به خلقت حضرت آدم تشبیه کرده. قرآن به نبوت و رسالت وی از آغاز تولد به تصریح اشاره میکنه. بعد از اروج و مخفی شدن حضرت عیسی از دیدگان توی مسیحیت هم مثل دین یهود تحریف و اختلاف زیادی به وجود اومده و بعدها به فرقه های زیادی منشعب شدن. سه فرقه اصلی کاتولیک، ارتودکس و پروتستان از فرقه های بزرگ و مشهور مذهب مسیحیت هستند که راجع بهشون توضیح میدم. اولین مذهب مذهب کاتولیکه. کاتولیک در لغت یونانی به معنای عمومیه روحانیون کاتولیک معتقدند کلیسای اونها نماینده حقیقی کلیسای مسیحه و عیسی مسیح انجمن مرعی رو عبارت از همین کلیسا تأسیس کرده و پاپ جانشین پتروس مقدسه دومین مذهب مذهب ارتودکسه ارتودکس در لغت یعنی سنتی پیروان کلیسای ارتودکس اعتقادی مثل برزخ، مفهوم بیالایش، براعت از گمراهی و عدم امکان اشتباه پاپ رو قبول ندارن. اونا سعی می کنن تا مراسم و شریعت های خودشون رو مثل مسیحیان اولیه انجام بدن و عقاید سنتی و قدیمی خودشون رو حفظ بکنن. آخرین مذهب مشهور دین مسیحیت مذهب پرتستانه این مذهب نهزتی علیه ارتجاع کاتولیکه لوتر رهبر این نهزت در سال 1488 میلادی علیه بازار روحانیت کاتولیک مبنی بر خرید و فروش گناه و بهشت و افنامه های پدران روحانی آشکارا اعتراض خودش رو اعلام کرد و این مبنای نخستین مذهب پرتستان شد. سومین دین از ادیان ابراهیمی دین اسلامه پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله در روز 27 رجب سال چهل از عام فیل متولد شد و در چهل سالگی به فرمان الهی به پیامبری مبعوض شد. اون حضرت در طول 23 سال تلاش و کوشش تونست اصول بنیادی اسلام رو پیریزی کنه و اسلام رو به عنوان آخرین و کاملترین دین برگزیده الهی به جهانیان معرفی کنه. بعد از رهلت اون حضرت در اثر اختلاف در مسئله امامت امت اسلام به دو فرقه بزرگ اهل سنت و اهل تشیع تقسیم شدند و در طول تاریخ از اون دو هم فرقه های متعددی منشعب شدند. اهل سنت کسانی هستند که به گفته خودشون پیرو سنت و رفتار پیامبر هستند و از نظر کلامی به فرقه های سلفی، ماتریدی، اشعری، معتزلی و ظاهری تقسیم میشن و در فرو احکام عملی و فقهی چهار فرقه معروف هستند: هنفی، مالکی، شافعی و هنبلی مذهب بعدی دین اسلام مذهب تشیع یا امامیه است امامیه اسم مذهبی که به امامت بلافضل حضرت علی علیه السلام و فرزندان اون معتقدند امامیه در شیعه به معنای ریاست عامه مسلمانان در امور دین و دنیاست و اون نیابت از پیامره. از نظر شیعه امام باید اولا معصوم باشه سانیان از طرف خدا برگزیده بشه و سالسن افضل مردم در زمان خودش باشه. شیعیان اصناعشری یعنی شیعیانی که به دوازده امام معتقدند معتقد هستند که امامان دارای علم لدنی هستند که تمام علوم رو در بر میگیره و فرقه هایی هم از تشیع انشعاب پیدا کرده عبارتند است اولی زیدیه پیروان زین ابن علی ابن حسین که معروف به زید شهیده دومی فرقه اسماعیلیه این فرقه بعد از حضرت امام جعفر صادق به امامت فرزند بزرگش اسماعیل و یا نوادش محمد ابن اسماعیل اعتقاد دارند و در بلاد مختلف با نامهای مختلف باطنیه، تعلیمیه، سبعیه، حشیشیه، ملاحده و غرامته خونده میشن. و فرقه های دیگه ای که از شیعه منشعب شده از بین رفتن. به فرقه اسماعیلیه فرقه شیعه هفت امامی هم گفته میشه. نوع دیگه ای از ادیان ادیان غیر ابراهیمی هستند. اولین دین غیر ابراهیمی که میخوام راجع به صحبت کنم دین زرتشته. زرتشت در حدود سال 606 قبل از میلاد دینی رو تعلیم میداد که یک آین اخلاقی و طریقه یگانه پرستی بود. این دین به اصطلاحات اقتصادی و اجتماعی هم توجه داشت. دین زرتشت مذهبی که در جهان از مسئله قیامت سخن به میون آورده و مسئله آخر و زمان رو به مفهوم کامل خودش طرح کرده. کتاب اوستا کتاب مقدس زرتشتیانه. دومین دین دین مانی هست. مانی یا مانس از پدر و مادر ایرانی در بابل به سال 2015 میلادی متولد شده. پدر و مادر مانی با خاندان اشکانی خیشاوندی داشتند. مانی آین زرتوش رو مطالعه کرده و خودش رو مصلح اون شناخت. بعد به هند رفت و از اونجا دیدن کرد و با عقاید بودایی ها آشنا شد. سپس به ایران بازگشت و به تبلیغ دین جدیدی پرداخت و اون را با ادیان زرتشتی و بودایی و مسیحی مطابقت داد. در دین مانی جهان ترکیبی از نیک و بده. نیکی و نور و روح در یک طرف، بدی و تاریکی و جسم در یک طرف دیگه. سومین دین مزدکه. گذار این آیین مزدک پسر پندسه. محققان زادگاه مزدک رو شهر فسا در فارس میدونن. مزدک معتقد بود که خدای خیر با خدای شر نبرد کرده و اون رو مغلوب کرده. چهارمین دین دین, دین هندو. دین هندویی که شاید متعلق به 1500 سال پیش از میلاد مسیح باشه، قدیمی ترین دین زنده جهانه و هنوز هم یکی از پرطرفدارترین ادیان جهان محسوب میشه. ادیان الهی اصلی دین هندویی به یک وجود الهی به نام برهما اعتقاد دارند که حضور مطلق داره. پنجمین دین دین جینیزیمه. آین جین یکی از ادیان شرقیه که چندان شناخته شده نیست. با این همه در بین نظامهای مذهبی و فلسفی سرزمین اصلی خودش یعنی هند جایگاه خاص و قابل توجهی داره. مؤسس این دین فردی به اسم ماهاویراه ششمین دین دین سیک از نظر تاریخی دین سیک در میان ادیان زنده جهان از همه آخرتره این دین رو فردی به اسم نانک بنا نهاده از لحاظ تفکر برجسته هیچ نکته الهی در دین سیک وجود نداره این دین به عنوان کوششی آگاهانه در زمینه هماهنگ کردن دو دین بسیار قوی و قدرتمند هند که رقیب همدیگه دیگه بودن یعنی دین هندو و دین اسلام ظهور کرده هفتمین دین, دین دین بودا است این دین منصوب به فردی به اسم بوداه اون نخستین مسئله ای که مطرح کرد این بود که انسان چطور باید زندگی کنه تا از آلام و رنج ها و دردها در امان باشه و میل به حیات رو در خودش نابود کنه و سعادت خلاصی و نجات نهایی رو کسب کنه. هشتمین دین غیر ابراهیمی دین تاوه. در بین ادیان چین دین تاو یکی از سه دین رسمی این کشوره و بنیانگذار اون فردی به نام لاوتسه می باشه. نهمین دین دین کنفوسیوسه. دین کنفوسیوس دین اصلی و قدیمی چینه. بنیانگذار این دین فردی به همین اسم یعنی کنفسیوسه. این دین به پیروان خودش نه تنها وجود یک ذات متعال بلکه نظارتش بر جهان رو هم تعلیم می داده. آخرین دین و دهمین ده دین غیر ابراهیمی دین شینتوه. دین شینتو از روزگاران بسیار قدیم دین ملی ژاپن بوده و از اون به عنوان سومین دین کهنسال جهان یاد میشه. این دین در اصل عمدتا مبتنی بر پرستش طبیعته اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید و کانال ما رو حتما برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید